سلام دوستای عزیزم، امیدواریم که هر جا که هستید حالتون خوب و عالی باشه. ما امروز اومدیم به مرکز شهر تهران، به میدون انقلاب که یکی از شلوغ‌ترین جاهای تهرانه. میخواییم با هم دیگه توی این ویدیو یه گشتی توی این میدون و اطرافش بزنیم و حال و هواش رو با هم دیگه ببینیم. امشب که دارم این ویدیو رو براتون میگیرم، سه‌شنبه 23 می دوم خرداد و ساعتم حدود 7:30 شبه. میدون انقلاب یکی از میدونهای مهم تهرانه که بهتون گفتم در مرکز تهرانه و به خاطر موقعیت و دسترسی خیلی خوبی که داره همیشه پر از جمعیته. یکی از بهترین جا برای خرید کتاب هم هستش که بریم جلوتر، حالا میتونید ببینید قشنگ مغازه های کتاب فروشی و منم بهتون بعضی از مغازه ها رو نشون میدم. تقریبا هر زمانی که بیاین سمت میدون انقلاب یه همچین چیزی رو میبینید. یه سری از دستفروش ها کتاب بساط کردن به قولی و مردم هم دارن میخرن و این قیمت این کتاب ها تقریبا بعضی هاشون شاید بگم 50%، 60%، 40% ارزون تر از مغازه های اینجاست.
اگه دوست دارید راجع به قیمت خونه و آپارتمان توی این منطقه بدونید، بهتون بگم که کلن محله انقلاب بیشتر یه منطقه تجاری تا مسکونی، ولی خب حالا قیمت خونه و آپارتمان های مسکونی شو که من داشتم نگاه میکردم از سایت های اینترنتی، قیمت هر متر خونه آپارتمان یه چیزی بین 60 میلیون تومان تا 90 میلیون بود متری، که به دلار هم بگیم برای مخاطبای خارجیمون میشه متری 1200 تا 1800 دلار. قیمت مغازه هم اینجا بهتون بگم که خب چون یه جای تجاری هست، قیمت مغازه اینجا تقریبا بالاست. حالا نسبت به این که داخل پاساژ باشه یا حالا بر خیابون اصلی باشه، یه چیزی من دیدم بین متری مغازه ها متری 250 تا 500 میلیون تومان بود که به دلار میشه حدود متری 5000 تا 10000 دلار. رو هم که ببینید دقت کنید دانشگاه تهرانه که یکی از معروفترین دانشگاه های ایرانه، که خب الان شاید چون تعطیله زیاد مشخص نباشه، ولی گفتم که بهتون نشون بدم. Thank you.
دوستای عزیزم، ما الان اومدیم به این سمت خیابون و گفتیم که حالا از این طرف هم دوباره برگردیم سمت میدان انقلاب و این قسمت هم بهتون نشون بدیم و یه نمایی از سینما بهمن هم که یکی از سینمای قدیمی تهران هستم اونجا ببینیم. سینمایی هم که داریم بهش میرسیم سینما بهمنه، یا اگه اشتباه نکنم سینما کاپری بوده اول اسمش، که تو سال 1344 افتتاح شده. اگر قدیمی ها برای اون زمان این ویدیو رو میبینن فکر کنم شاید خاطرات خیلی خوبی از این سینما داشته باشن، که الان تقریبا میتونم بگم که نسبت به اون موقع شاید اون رونق رو نداشته باشه، چون خیلی سینماهای جدیدتری داخل تهران اومده که خیلی از نظر حالا صدا و تصویر و اینا مجهزتر. Thank you.
دوستای عزیزم، خیلی ممنونیم که این ویدیو رو دیدید، خیلی ممنونیم که مثل همیشه از ما و ویدیوها حمایت میکنید. دست تک تکتون درد نکنه، امیدواریم که از این ویدیو هم لذت برده باشید. حتما نظرتون رو به ما مثل همیشه تو قسمت کامنت ها بدید. براتون آرزوی شادی و موفقیت داریم. مواظب خودتون هم باشین. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.